سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز و دوست داشتنی آقای علاجری خادم گرامی، شما زنده باشین برادرم، خدا عافیت بده. اومد باشین. عجیبه آقای علاجری، امشب که اون متن خوندید دیدم پاسخ خیلی از سوالایی بود که چون کسی به ما این پاسخ نمیداد باعث شده بود سالهای زیادی از عمرمون رو متاسفانه دور شیم از مکتب اهل بیت. سلام علیه، خدا عزت بشنه. بی خود نیست ما شما رو انقدر دوست داریم، اینا بی دلیل نیستش. همین مطالب رو انقدر دقیق بیان میکنه و واقعا جالب بود. بند بندش رو من میخوندید پاسخ سوالایی بود که من خودم داشتم و باور کنید الان از بسیاری از روحانی ها میپرسید نمیمونه، دهنشون وا میمونه، نمیدونن چی بگن. یعنی اینطور فکر میکنن که مثلا بگن حالا مثلا افراد خوب و بد دارن، مثلا اگه آدم اینایی که حکومت میکنن مثلا حالا اگه ایرادی توشونن مثلا بدن، اگه خوب باشه آدم های خوبی باشن نمیشه. در صورت که این استدلال خیلی ساده و دقیق بود میفرمودن آقای آخوند خراسانی که شما چیکنه. حالا چون شما الان ایران تشریف ندارین و خیلی در جریان نیستین، حتی اقل این شبکه ولایتی که میتونین ببینین، ای کاش میدیدید تا لااقل وقتی الان من میخوام داد بزنم شما میفهمیدین که دارم سر چی داد میزنم. خب جالبه که اینا خیلی جالب میگن آقا ما یه خواهشی ازتون میکنیم وارد مسائل سیاسی نشین، بعد تمام مواضع خودشون سیاسیه. یعنی تمام از این بحث وحدت هی میگه وحدت، بعد سوال بهشون میکنی میمونن توش، میپیچن این بر میخورن تو دیوار، میان برمیگردن عقب. بابا جون یه حرفی زدین توش موندین، بگین بکشه میرو دلش کنی. الان چند وقت اومدن گیر دادن به این آیشه، چنان احترامی میذارن وای ام المؤمنین آیشه، الهی هر که ام المؤمنین شه باهاش محشور بشه الهی آمین. بعد جالبه عمر ما فکر میکردیم مسلمان نیست، بعد فهمیدیم آقا میگه مسلمان. دیروز پیروز بود بر ما آقا ابوالقاسمی صراحتا میگه یزید هم مسلمونه. لا اله، یعنی هر کی شهادتا گفته بابا، هر کی شهادتا گفته مسلمونه مگر اینکه عکسش ثابت بشه. خب این دیگه عکسش ثابت شده دیگه نه ناسبیا مسلمونن، من یزید مسلمونه. نمیدونم دین اینا چه جوریه، این حوزه چی یاد میده. من تعجب میکنم این حرفا گفته، اینا گفته یزید هم مسلمانه. پیروز من ضبط کردم لا. آقای ابوالقاسمی تو با یکی از این سنی ها داشت صحبت میکرد، داشتش در مورد اینکه شیعه بودن یا نه این اینایی که مردم کوفه بودن رفتن جلوی امام حسین گرفتن، خیلی قشنگ داشت استدلال میکرد، ولی وسط حرفش از طرفم پرسید گفت یزید مسلمان بوده یا نبوده، گفت بله، گفت بله، بخاطر اینکه شهادت این گفته. آره بابا جان اصلا خیلی من متاسفم واقعا آقای رزینی، من از همین تریبون دارم میگم. یکی از ایراداتون اجازه بده بنده بگم، شما در مورد هر کسی اظهار نظر کردی راجع به آقای علیاری، سر در توپ دیگه نمیدونم خارجی داره، این که شده عادت همه خارجی هن. بعد اون آقا برگشت گفت نمیدونم یه بار گفت مامور آمریکاست، یه بار گفت مامور انگلیسه، همونجا یه بار گفت مامور اسرائیل. ما نفهمیدیم این CIA و نمیدونم MI6 و موساد اینا مگه با هم کار میکنن که این آقا مامور همشون میشه؟ اول برنامه یه چیز گفتید، بعد در مورد هر کسی اظهار نظر کردین با همشون، بچه اشتراکشون این بوده که با شما مخالف بودن، از اون نواسب توشون بوده تا بگیر تا همین آقای علایاری، همه رو اول گفتین دیوونه است بلا استثناء، همه رو گفتین دیوونه است. بعدم یه انگ نمیدونم خانواده‌اش، این یکی باباش قهر کرده، اون یکی باباش آقش کرده، اون یکی رو نمیدونم لواط کرده، بلا استثناء. آقای قزوینی گوش کنید، بلا استثناء همه رو اینجوری گفتید. ببینید آرشیو برنامه‌های خودتون رو نگاه کنید، ببینید یه غیر از اینه بگید، غیر از اینه چه جوری دارید عمل و قضاوت می‌کنید. اون آقای نمیدونم یاسر حبیب نمیدونم دیوانه است، اون مرتیکه دیوانه تو اونجاست، آقای نمیدونم اون نوریزاده دیوانه است. شما همه رو دارین با یه چوب میدونه، همه رو با یه این دینه. بدون اینکه شما اگر می‌خواستید بگید آقای علایاری مأمور آمریکاست، مأمور فلانه، این راهش نیست. اول میام مدرک نشون میدم بعد میگم. اینکه اونجا بشینید شما بعدش هم میگید من ما موازم و موازه مرجعیت، ما موازم و موازه حوزه، بعدش هم میگه شیعه اینو میگه، شیعه اونو میگه. نه آقا شیعه اینو نمیگه، اتفاقا شیعه اینو نمیگه که شما میگید، اینو من قسم یاد میکنم. ببخشید آقا. زنده باشه برادرم، عزت زیاد، خدا خیرتون، متشکرم، خدا عافیت بده، سلامت باشین، زنده باشین.